الو سلام، خبر برات دارم دست اول. الان دارم خونه طرفم. یونس اینجا بود. یه صحنه دیدم بگم بهت باور نمیکنی. زده بودم به تیپ و تارم بعد. آره چه کنم؟ برام دنبال یونس؟ من از چیزی نمیترسم. برو پی کارت. تو همونقدر برادرمی که نخوام ببینمت، که نخوام نگات کنم، که بذارم زنده بمونی. حالا دیگه برو. حالا بهت نشون میدم، اما یادت باشه اینو خودت خواستی. سلام محبوب. سلام، کجایی یونس؟ هتل. دلم هزار راه رفت، میقرار نبود بیا اینجا. الان حالم خیلی بده، نمیخوام تو رم زابرا کنم. هم باز رفتی سراغ عباس؟ دیگه تموم شد، عباس برام مرد. چی شده؟ بگو دقم دادی نه؟ فردا همه چی برات میگم. الان حالم خیلی بده محبوب. میخوای ما بیام اونجا؟ نه، میخوام تنها باشم. به این زودی دلتو زدم نه؟ محبوب، تو این دنیا هیچکی جز تو ندارم، هیچکی. ایجور دل واپست میمونم. خب امشب یه سنگ میذارم رو قبر عباس و خلاص. دیگه برادری به اسم عباس ندارم. یونس، به خاک باد قسمت میدم، بیا اینجا بریم. دیگه نمیخوام من ترسک اون باشم که هر وقت دلش خواست مثل سگ منو برونه. بهش نشون میدم که قاتل بی وطن کیه. من به فردا با تماس میگیرم. خداحافظ. خداحافظ. به نظرتون من واجد شرایط هستم؟ مگه شما بچه ندارین؟ نه، خیلی هم به هدیه وابسته شدم تو این مدت. هدیه؟ از نوزادای اینجاست؟ بله، البته اسمش پونه است، من بهش میگم هدیه. بله. ببینه خانم، قطعا میان زندگی شما رو میبینن، در موردش تحقیق میکنن. باقی شرایط هم که بهتون گفتم. اگه تصمیم شما شوهرتون جدیه، باید زودتر اقدام کنین، چون طی کردن این مراحل یه خورده زمان بره. درسته. اگه سوال دیگه هم دارین در خدمتتون هستم. نه دیگه، خیلی ممنون. خواهش می‌کنم. انقدر جوابتون کامله که اجازه هست من یه دفعه دیگه هدیه رو ببینم؟ بله، اختیار دارین، بفرمایید. ممنون. خواهش می‌کنم. با اجازهتون. خواهش می‌کنم.
کردی؟ باید یخ کردی؟ آره؟ بر جوراب درست کنم. چه خبره اینجا؟ ببین چه رنگایی. میگم این کره یا قشنگ گوی سبقت رو بودن ها. والا قشنگ بازار رو دست گرفتن. اینا 30-40 سال پیش اصلا صنعت خودروسازی نداشتن. نهایت یه دوچرخه 20 تاشا اینا بود که پامون از بغل میدادیم تو منو ناصر 4 تا سوار میشدیم. نگاه ببین چیکار کردن. نگاه رنگا رو نگاه کن با چشات بازی میکنه. بابا اینو ولش کن، کم به اون نقشات ظلم میزدی؟ حالا اینم اضافه شده چش و چاله تا کور کنه. ولش کن آقا، من اگه شال و کلا بخوام خودم میرم میخرم دیگه. اینا رو نگاه کن، ولش کن، بر تو نیست که. کلی میگم دیگه، اصلا برای خودت بری حاضری بگیری که بهتره. وقت تو میذاری، چشتو میذاری برای این؟ بابا اینا جا میونم، نگاه کن. این هدیه است. هدیه برای کی؟ برای هدیه. هدیه برای هدیه؟ هدیه رو وانه کرده پس چه کاری وقتی هدیه رو وانه کرده پس میفرستن ها؟ حالا کدوم هدیه؟ جدی هدیه؟ من خودم اسمشو گذاشتم هدیه. یکی از این بچه هایی که میرم نوازشش میکنم. اوه، اصلا من برای همین هیچی بهت نمیگم. نه ببخش زهرا بگوش میدم بیو دیگه، مسخره بازی در نیاریه. چشم کشم، بگو. یکی از بچه که میرم نوازشش میکنم امروز هست کردم پاشی یخه، گفتم براش جوراب بپوشم. چه جاله، 5 صندلی گرم کنم داره. ولی بحث هم اینه، من میگم 3 جفت جوراب سر 4 دارم میفروشن، قد پای من 10 تومن، یعنی تو هر لنگشم یه بچه جا میشه، جمع بشینن دوتاشون هم جا میشه. یعنی 5 جفت جوراب بچه گونه بگیری میشه چی؟ 5 تومن. حالا من از تو میپرسم، آیا میارزه وقت تو چشتو بذاری برای این یه جوراب؟ ها میارزه واقعا؟ خب فرق داره، من دلم میخواد خودم براش ببافم. 2017 240 تومن میارزه. دنبال چی هستی تو؟ یک زندگی فول آپشن. جدی میگم، نگاه کن آخه، کم مونده واسه دیگه چی کنه بچه‌م بشوره. بابا فول آپشن دیگه، بی انصافا همینجوری با بیل آپشن ریختن توش. با بیل آپشن، آپشن بده دادا، بده بیاد، این ریختن ها میارزه. حالا ایشالله این بار آپشناش عمل کنه، با کله نری تو دیوار. برم 10 ایربک برو از هر طرف. اخ دنیله، اینو بابا ننش میدونستن آینده داره، اسم با گلاس گذاشتم براش. الو سلام دنیل، به خانوما میگم اسمت لاکچری ها، به هر زبونی خوشفرم میشه. شما دستور بفرمایی. آره میام. نه بابا، اینو واقعا اند شکلات ها، شکلات های دوره ما یادته؟ اول صبح باید میذاشیم دهنمون که زنگ آخر بتونیم قورت بدیم. واقعا بدبختی بودیم ما. همه چی عوض شده، خب اینم روش. واقعا اینجوری ها، دقیقا. راستی شنیدم تو امارات گل کاشتی. البته فهمیدم که مدیر عاملی چه کیفی داره، یعنی شما چه حالی میکنین. نگفته نمونه چه عرقی ریختم. عرقا جان تو، البته تو سونا جات خالی نباشه. چون همه کارا رو خانم رفیعی میکرد، ما میرفتیم یه امضای ناقابل پاش مینداختیم. همین بدون اینکه بخونی. هی بابا، من به خانم رفیعی اعتماد دارم ها، مثل خودت. آره اونم به اعتماد داره، لطف داره. راستی من اصلا فاکتور خریداری داشتم چک میکردم، اینجور که مشخصه تجهیزات داره میرسه گمرک. آره دیگه همه چی ردیفه. امروز تو بازدید کارخونه شریک هم که اومده با هم از پیشرفت کار خیلی راضی نبود، همچین بعدم نمیگه. مشکلی نیست، اینم قشنگ میذاریم پشتش، یکی دو تا پیمانکار هم اضافه میکنیم، سرعت کار بره بالا. به این مسعود، اگر تجهیزات برسه گمرک نتونیم ترخیص کنیم
خیلی برامون هزینه داره. من این جزئیاتو نمیدونم، میخوای با خود خانم رفیعی چک کن. اون که مادرش حالش بعد رفته شهرستان. آره بدبخت. ولی نگران نباشه، خانم رفیعی حواسش به همه چی هست. اصلا هر جا سخنی از اعتماد هست نام رفیعی میدرخشد. جدی میگم. بعد این همه سال داری اونو به من میشناسونی؟ ولی یکم نگرانم. نباش دیگه، نباش، نگران نباش بابا. تو این یکی دو هفته تمام مدت درگیر این فاکتورا بودیم که مولا درزش نره. خودم میدونم شقد خانم رفیع دقیقه، برای همین تعجب کردم. حالا میاد باهاش چک میکنه دیگه. ولی بازم میگم نگران نباش، من این دبی که باهاش بودم قشنگ اومد دستم که حواسش به همه چی هست. دیگه خودت این همه سال باهاشی ببین چقدر دست شما اومده. بفهم خانم، مهر شرکت رو پیدا نمی کنم. شما نمی دونین کجاست؟ شما که نبودین، دست خانم رفیعی بود دیگه. اینه که خودم می دونم. داشت می رفت نگفت کجا گذاشته؟ نه حرفی نزدم. نمی دونم تصاویر این چند روز گذشته رو ببینم، شاید اینجوری معلوم شه مهر رو کجا گذاشته. چیزی شده؟ نه نه، بفهم. خانم رفیعی حواسش به همه چی هست. اصلا هر جا سخنی از اعتماد هست نام رفیعی میدرخشد. ولی یکم نگرانم. نباش دیگه، نباش، نگران نباش بابا. تو این یکی دو هفته تمام مدت درگیر این فاکتورا بودیم که مولا درزش نره. خودم میدونم شقد خانم رفیعی دقیقه، برای همین تعجب کردم. حالا میاد باهاش چک میکنه دیگه. ولی بازم میگم نگران نباش، خانم رفیعی حواسش به همه چی هست.
بفرمایید. سلام، خاکپور هستم، از طرف خانم رفیع اومده بودم هماهنگ کرد. رفیع؟ رفته از اینجا؟ بله بله. زنی بزنید بهشون. خیلی ممنون. خواهش میکنم. نه نه، من باهاشون تماس میگیرم. خبر مهم که میخوای بگی چیه؟ چرا نمیگی؟ سب کن، میگم به وقتش. یعنی چی به وقتش؟ دیگه از این به وقتر؟ ببین اصلا اینطوری نمیشه. ما از اول زندگی هم با هم تفاهم نداشتیم. متاسفانه یه راه بیشتر نمیمونه. طلاق. این که چیز تازه‌ای نیست. ما خیلی وقت طلاقیم. جناب علی با کارت ازدواج کردی. لیلا باز شروع نکن. حرفتو زدی. لیلا سب کن. حرفتو زدی. بابا یه دقیقه وایس لیلا ببین چی میگم. بابا خیلی نامردی تو. به جای اینکه اینقدر به فکر نامردی من باشی یه خورده اخلاق. خب این منومت بیا بیرون، اونجا که نمیتونم بگم که لب میگمت بلدی سی تی سی سا بزنی؟ امشو میرم خواستگاری نگو نه نمیشه، امشو میخوام همون بشی نگو نه نمیشه. جوری نگام نکن. خب من نگفتی عباس برادرت نی، من نگفتی میخوای خواهر خفیفش بکنی. امشو ما میرم خواستگاری، شوک اولو میدم، تو هم شوک دوم میدی چون با ما میای به عنوان عموم. چرا؟ اینجوری نه، این واسه عباس کمه، حساب تو بابت فرق میکنه. ما حساب کوتاه مدت با کرده بودم، شما میز که حسابت خیلی بلند مدت هم. جلال جون جلال نوکرتم، یه ریز بیا دیگه. حله حله خله دان حله خله. اما من حاضرم، بریم. شما کجا؟ خونه آقا اسماعیل دیگه، مگه اونجا نمیریم؟ اونا منو دعوت کردن خانم، شما رو که دعوت نکردن. خواستگاری ها، فاطمه و حمیده گفتن من باید باشم. البته این شما باید میگفتی. کدوم خواستگاری خانم؟ اسماعیل محال دختر به این پسر بده؟ اینم نگفتن داره نه دعوت کردن داره. ولی واسه فاطمه خیلی جدیه، گفت شما بزرگ فامیلین حتما باید باشی. حالا ممکنه دختر بهشون ندن، ولی بالاخره مجلس باید آبرومند برگزار بشه. آبرومند؟ آبرومند؟ این پسر خانم سابقه داره، زندان بوده. گفتم که بیگناه بوده. بیگناه و باگناهشو نمیدونم خانم، حبس حبس دیگه. فاطمه باید عقل از سرش پریده باشه که بخواد زن این پسره بشه. حالا صبر کنین ببینیم کی به چیه، بعد حکم بدین. شما خودت هم حبس بودی ولی بیگناه بودی. لا 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 لا، آدم هرچی شب گرد میخوابه صبح دراز بلند میشه. حالا عیبی، ایرادی، چیزی تو من نبود که اونا رو بگی؟ حرفم اینه، این جوون صادقه که دست خودش رو کرده. خب اگه دستش رو نمیکرد رو میشد دیگه خانم. خب بله، برای کیش مهمه. این نبه توبا خانم، این همه خانمه که باش میرم پارک، چه
4 ماه عروسی کرده الان داره طلاق میگیره. باز قصه ها شروع شد. پسره با لپای گلی گلی اومده خواستگاری، بعد معلوم شد قرصیه. قرصا تو جورابش قایم میکرده. من از نمیفهمم چه پدر مادرایی هم که حاضرن به خاطر پسرشون یه دختر بدبخت کنن. حالا قصه های پارکو جای سریال های تلویزیون تعریف میکنی؟ آره؟ باشیم باشیم، بریم دیر میشه. باشیم. نه مونس، شما خودتون برین، من نمیام. باش، خودم میرم. خودم میرم. میرم، کاری نداره. فقط میخوام بدونین، نمیخوام این دختر فکر کنه چون یه بار جدا شده زندگیش برای ما مهم نیست. سعید، سعید ماشین بگیر برای من مادر. اسرائیل وقتی میان آدرس ها کسی نمیپرسه. خیلی خوب خانم، خودم میبرمت. ماما این ظرف میوه چیه؟ شما برای مهمون از این ظرفا میذاری؟ لای قربونت برم، عیبش چیه مامان جان؟ نخواستم تشریفاتیش کنم، گفتی تنها میاد، خواستم راحت باشه. کاش این تخترم جمع میکردیم، اینجوری یه مقدار رسمیتر میشد. لازم نیست فرشون داریم قربونت برم من، تو که میدونی بابات مریضه. اینقدر نگران نباشیم بابا، من برای همین گفتم بیاد شما ببینینش، تحقیق کنین. من که رو حرف شما حرفی نمیزنم. باشه دختر. کاش مادرشو میدیدیم، خیلی زن خوب و مهربونیه. مامانشو کجا دیدی؟ مادرشو؟ اون روز که بهتون گفتم منو نجات داد، مادرش هم همراهش بود. خیلی خانم خوبیه، بنده خدا ناراحتی قلبی داره، مریض احواله. بر همین گفتم بیاد خواستگاری، که اگه شما رضایت دادین و اجازه دادین بتونیم زودتر عروسی بگیریم، قبل از اینکه خدایی نکرده براش اتفاقی بیفته. فاطمه جان، مادر اون چادری که تازه برای دوختم اتوش کردم گذاشتم تو اتاقت، برو ببین چقدر قشنگ شده مادر. دست شما درد نکنه. یعنی ازت دور شدم، که با همه این اتفاقا نمیفهمم چی میخوای بگی، نمیفهمم چی میخوای به من بگی.
الو سلام آوا، خوبی؟ پیدایی ما ارتباط مستقیم با شیدایی شما داره. کار خاصی نداشتم، میخواستم از احوال رهنا ازت بپرسم. بهش سر میزنی؟ خب خدا رو شکر. خواستم بگم که مطمئن باش زحمت ها تدر نمیره، مطمئن باش. میدونم ازم دلخوری، اما یه چیزایی هست که باید بدونی. من هیچون نمیخوام بدونم. یه طرف قصه رو شنیدی، باید اون طرفش هم بشنوی. همین طرفی که شنیدم بس اومد، بدبخت همین چی هاشونم که دونستم. در گذشته رو که واس کردی، باید همش رو ببینی. گذشته برای من اینه، بابای من مرده، خلاص. ببین پسرم، من شرمم میاد به تو بگم بابا. 8 سال عمر و جوانیم تو این خراب شده حروم تو شد. مادرم آواره و بدبخت تو شد. 100 سالم بگذره، من ازت نمیگذرم. منم هر کاری بتونم میکنم، هر کاری. تو ابد که اینجا نمیمونم، تهش میام بیرون. حرف حساب چیه؟ تو زندان گفتم نشنفتی. دوباره بگو. که بگی حبسش بر نمیای؟ ما حبس 8 سال حبس بر میومد ها. تو اون اشتباهمو دادم حاجی. مگه نمیگی خیلی مردی؟ تو اون اشتباه تو بده. نمیتونم. من که میتونم. ها؟ تو خودتو چطوری پیدا کردم؟ دونه دونه دردونه هاتو پیدا میکنم. و کجا میدونی؟ شاید دلشون بخواد بدونن یه برادر دارم. نه، یه باغ دارم گذاشتم برای فروش. 8 سال حبس کشیدم، 34 سال هر روز. روزی چقدر حساب کردی؟ بگو با پول میخوای عمرمونو برگردونی؟ نه نمیتونی. ببین باور کن، از اون پیره مردایی که 70 سال نمازت هم گذاشتی پول دادی که برات بخونن بخریش، حاجی گلابی. سر سفرت بزرگ نشدم که چیزی بهت نگم. حرف یه اوم زندگی هن. نه اون 4 تا تیر و تخت و درخت های باغت. حاج ابراهیم خاک بور. گور زن و سالتو نخور. و تو اون 700 تایی تو زندگی کردم. گوش بده حرف من. تو حساب درسته. کتابتی که غلطه. ولی ما تنظیمش میکنم. تنظیم. جلال، چه کار این پیر مرد داری؟ این پیر مرد نیست. پیر نامرد.
الو. سلام فاطمه خانم. پاک. سلام. جلالم. بله شلوغه. خوب هستی؟ والا خوب که نه. خوب میشم یعنی به چند وقتی تنظیم نیستم. اگه نخوام تنظیم پشم رو ولی نمیتونم. ای بابا کمکی از من برمیاد؟ نه نه خیلی که حرف خاصی نداشتم. میخواستم بگم اون اصلا ببخشید قصد مزاحمت داشتم. ببخشید متوجه نشدم. گفتین قصد مزاحمت داشتی؟ ای بابا ما میگم تنظیم نیستم. چی میگم؟ ای قصد مزاحمت داشتم. واقعیتش فاطمه خانم از اون بند خدا یه خبری نشد؟ مهم نیست. مهمه خانم مهمه. خیلی هم مهمه. اینجور آدم ها وقتی عقب نشینی میکنم مثل بلا نسبت بلا نسبت. لطفا دیگه ادامه ندیم. خدا رو شکر فعلا ازش خبری نیست. خودم بعدا یه فکری میکنم. خب فکر خودتون چیه؟ استرام نگرانی ترس دیرینم؟ بله بازم ممنون که نگرانین. امری ندارین؟ عرضی که نیست. فقط خواستم بگم که هر کاری هر امری هر تنظیمی هر چی دارین رو من حساب بکنین. چشم حتما شما لطف دارین. فاطمه خانم میگم من چی جالب براتون تعریف بکنم. دیگه چی آقا جلال؟ ها ما بچه بودم یعنی بچه هم نه 18 19 سال اینا. بعد یه همسایه داشتیم هم اسم شما بود و ریختی شبی شما بود. اصلا کلا شما خیلی خیلی زیاد شباهت داشتیم اینا. ما دلم خیلی او نمیدونستم. ما فقط خودم میدونستم. تو خودم میدونستم چه روزایی من میشستم با انقدر که فقط بیا رد شه بره یه لحظه ببینمش. همین یه لحظه نگاش بکنم و من نفسم میگیرم. اصلا تنم داغ میشده. تو انگار تب میکرد. اصلا یه حالی نمیتونم کلمه ای براتون بگم. همه جون و وجود ما بود دیگه. بعد جراتش نداشتم برم جلوبش بگم. به بدبختی موهای راضی کردم. گفتم موهایی قرار شد قرار خواستگاری گذاشتن اینا. از شانس قشنگ من صبح اون شبی که ما قرار بود بریم خواستگاری اینا اسباب و اساسی و اینا اومردن بیرون دیدم بار وانت کردن دارن میرن. از اون خونه دارن میرن. از اون شهر دارن میرن. شما خودت بزار جای من عشقم جلو چشام داشت دست میرفت. چیکار میتونستم بکنم؟ هیچ کاری از دستم بر نمیومد. یه ذرم که جور و بازی حرف زدن پیدا کردم خواستم برم ابراز عشق بکنم دیگه رفته بود. آدرسی نشونه چیزی نداشتم. آدم هیچ جا نتونستم پیداش کنم. همین زمین و زمان رو به هم دوختم. پس شما هنوز دنبالش؟ خب الان پیداش کردم. واقعا میگی؟ پیداش کردی؟ پیداش کردم. خدا رو شکر بهتون خیلی تبریک میگم. نه دیگه خب گفتم الان همین الان دارمش دارم گرم گرم. خودتو گفتم. بله. چی خودتون؟ ببخشید منظورتون رو متوجه نمیشم. فاطمه خانم خاکپور من بذاری واقعیت بگم من یه جوری کامل همه حسایی که بهتون گفتم تو قلبم ای به شما وی خانم خاکپور خانم ها چی خاک پرت ای الو صداتونو میشنوم. الو ای آنتن نداره. الو چرا آنتن نمیدید؟ وای خدا فشارم کن. وای دست رفتم. وای ما چرا با تو حرف میزنم به این حال میفتم؟ دو سه روز باید بخوابم. استوم شده سن. وای قلبم بمیری جلال. ای خودشان خود خودشان خنده هاش چشاش
عمو جون میخواین چایی رو براتون عوض کنم؟ نه همین خوبه، ممنون. فاطمه جان دخترم دیر کرده ها. خب تو این خیابونای شلوغ اورژانسشم به وقت نمیرسه. شلوغه دیگه. بله. آقا ابراهیم فشارت رفته بالا؟ قرصتو نخوردی؟ خوبه. میخوای برو تو اتاقی دراز بکش؟ نه همینجا خوبه. ببخشین یه چند لحظه با اجازتون. بالاخره نمیخوای بگی واسه چی منصرف شدی؟ حوصله نداشتم خونش بیفته گردنم. اما یه حرف میزنی سکته میکنه. باور کن دفعه حرفش بود حاج ابراهیم داشت پس میافتاد. یکی همون روز حالشو دیدی؟ پس واسه چی خودتو کشوندی رفتی تو دم در؟ دنبال چی عمو؟ که به خودت راستشو بگی. تو به خاطر فاطمه نرفتی تو. همش برای ما بازیه. تو جدی گرفتی؟ برای تو جدیه. تو به فاطمه علاقمند شدی. خب البته حقم داری. فاطمه دختر خوبیه. اینم خواست تو خدا بوده. اگه دوره بیفتی یه همچین دختری گیرت نمیاد. قدرشو بدون. اومدم پیشت آروم بشم. اینقدر نصیحت میکنی که نمیذاری که. خود تا به شنیدن نصیحتاتو داری؟ چرا ندارم؟ با چرا تکلیف خاله محبوب معلوم نمی کنی؟ اگه فاطمه دختر خوبیه خاله محبوب هم که 40 سال زن خوبیه، چرا دستش رو نمی گیری بری یه جایی زندگی کنین با هم دیگه آروم و خوش؟ چون بطفازه اینجا تو اتاقت کشی بشه که عباس بیاد سراغت؟ آه؟ دلشو داری؟ عباس بیاد ببینتت همینجا بگیرتت دلشو داری؟ من دارم از دوست داشتن حرف میزنم جلال. دوست داشتن کسی که تو زندگی آدم پیدا میشه. اون موقع به جای هر چیز باید به محبوب فکر میکردم، اما اونقدر سودا تو سرم بود که. اما به هر حال دیگه از من گذشته. ولی تو هنوز ابتدایی راهی. فاطمه وسط جنگ پیدا شد، نباید پیداش میشد. این که دیگه دست من و تو نیست. پشتوانت قدیر پدر محبوبو میگم، زیر یه حسیر خوابیده بودم. محبوب که سوار شد یه دریا ماهی از زنبیلش ولو شد رو حسیر. هنوز مزه ماهی ها تو دهنمه. ناخودآگاه جیغ کشیدم. نمیدونست که یه آدم زیر حسیر خوابیده. کلی داد و بیداد کردم. منم نمیدونستم که دختر قدیره. کفری موندم تا یه روز حالشو بگیرم. خواستم سکه یه پولش کنم. اما وقتی پیدا شد زبونم بند اومد. بعد فهمیدم که نه، این همه منتظر موندم تا فقط ببینمش. همین اینه که حال روز تو رو درک میکنم. حالتو میفهمم جلال.
فاطمه طایفه دشمن یونس. من نمیتونم. نمیتونم دلم از کینه ابراهیم خالی کنم. هیچ وقت. خب پس لااقل یه زنگ بهش بزن. یه بهانه بیار تا ازت دلگیر نشه. سلام آقا جلال. سلام. کجاییم پس؟ همه منتظرتونن. دیگه کم کم داشتم نگران می شدم. گفتم خدای نکرده تصادف کردی. نه تصادف نکردم. پس چرا هنوز نرسیدی؟ چرا رسیدم؟ به موقع هم رسیدم. ولی نتونستم زنگ بزنم. شهرمندم فاطمه خانم. ما نمیدونم چی شد. همونجا پشت در یهو تو دلم خالی شد. فهمیدم ما حق با پدرتونه. من در به داغون به درد شما نمیخورم. قول بی خود دادم. ما نمیتونم درس بخونم، نه جای استخدام شد، نه پول و پلهی دارم، نه اسم و رسمی دارم. ما هیچی ندارم. اصلا هیچی نیستم. ولی ما که حرفامونو زده بودیم. حرف فقط حرفه. به حرف آدم خیلی چیا میگه خب، اما پای عمل که میریزه میفهمی کیه کجا واسده. ایشالله خوشبخت بشیم فاطمه خانم. ممنون. خداحافظ. زنگ زن. نمیاد. گفت حق با پدرته. ما به درد هم نمیخوریم. بهترم جان، خودش فهمیده در خوره تو نیست. خیر انشالله. قسمت فاطمه جان، قسمت هر چی باشه همون میشه. بله، قسمت هر چی باشه همون میشه. ممنون که اومدین، زحمت کشیدین. ببخشید. بابا شام بمونین. خواست زحمتت میشه. میگم جفن بیشیله پینه بود. آدمی که درباره خودش اینجوری راست بگه خیلی کم پیدا میشه. ولی خب چه میشه کرد دیگه، اینجوری شد. حواس به بچت باشی مونس خانم جان. حواسم هست قربونه، حواسم هست. دیدی اون دیوی نبود که تو ازش ساختی؟ حالا با وجدانیه. اگه شری تو سرش نبود تا اینجا جلو نمی آمد. اون شر نیست خلیه.
خدا حواسش بهت هست که خوریه و جلو رو سر باید گذاشته. جواب خودتو پیدا کن ابراهیم. سعید خوابیده؟ نه اصلا نیومده، نمیدونم کجا رفته. ابراهیم میگم می سعید خیلی به این آواه دل بسته. یک کاغذ پیدا کردم تو اتاقش، روش مشق آوا کرده بود. نمیشه بود آوا 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 آوا. خانم این تب این خواستگاری فاطمه هنوز از سرم بیرون نرفته. این توه. اصلا آمادگی ندارم چیز جدیدی وارد این کله بکنم. نه من یه چیز دیگه میخواستم بگم. میگم این خواستگاری که نیومد، فاطمه از صرافت افتاد. میگم چطوره دوباره بریم برای سعید خواستگاری؟ دست فردار مونست، دست فردار. خب پدره که مخالفه، حکمان بریم خواستگاری میگه نه. پس تو دلت برای یه نشنیدن تنگ شده ها؟ نه 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 ببین، من میگم پدره که مخالفه، جلو روی خود سعید میگه نه، اینم منصرف میشه، مام آدم بده نمیشیم. باشه میریم. آقای مهندسم میگه بله بفرمایید. اون وقت چی؟ نه مخالفه میدونم. خیلی ساده ای مونس، خیلی ساده ای. اون میخواد خودشو از تک و تان اندازه، وگرنه بعد از معلوم شدن اعتیاد دخترش اون دیگه دست بالا رو نداره. مطمئنم من اگر سعید بره دست دخترشو میذاره تو دستش، میگه بفرمه. خب اون دفعه ما که نمیدونستی، و خودش میدونست که یه دختر معتاد فراری از خونه داره. پس چرا کوتاه نیومد؟ نبایدم میامد، پنهون کاری کرده بود. میدونست اگر موافقت کنه دستش رو میشه. تا دیروز که میگفتی باباه متکبره، از خود راضیه، چون مهندسه فکر میکنه ماهو کشف کرده. چطور حالا رأیت عوض شد؟ فهمیدم این آقا سعیدت انقدر گریه و زاری کرده پیشت تا رأی تو برگردونده، وگرنه تو که مخالف بودی. چرا مخالف بودم؟ اما فکر کردم، خیلی فکر کردم. درسته یه آدمی فدای خواهرش بشه. یعنی اگر زن سعید نشه از دست رفته؟ بس کن خانم. یادم یه روزی به بابام گفتی اگه مونس زن من نشه، من با هیچ کسی دیگه عروسی نمی کنم، اصلا زندگی نمی کنم. سعید الان توی این وضعیته. سلام. سلام. سفارش داری؟ بله دو پرس. الان؟ تا از آشپزخونه تحویل بگیرین، من فاکتورشو مینویسم. غذا میخورن چقدر اینا؟ خانم این دوتا غذا های بده ما ببرم. الان میارم. خدا بده شانس. خاله؟ قدیم مردا برا زنها هدیه میبردن، حالا برعکس شده. این چیزه؟ بله، فاطمه خانم آمده بود این آورد برای تو. چی گفت فاطمه؟ هیچی، گویی مال جلاله. تعارفش کردم بمونه، اما حالش خوب نبود. آه خاله، خب نمیخوای واکنی ببینی چی آورده برای؟ نه حالا بعدن، سفارش هایی میبرم. بگو خاله محبوب، هوای آقای نوسی بیشتر داشته باش، حالش خوش نیست. خود چی کار کنم؟
بهش میگم بیا پیش ما، میگه نمیخوام. بهش میگم بذار ما بیام پیشت، میگه نمیخوام تنها باشم. نمیدونم ای عباس چند بار دیگه باید اینو جواب کنه تا ای بل کنه. این مردا که از دل زنا خبر ندارن. ها؟ والا آقا جلال دو تا غذا آماده است. رضایم وی بیگیجه خدا حافظ. سلامت. شما که میگفتین فریز پوششه، دکوره، حالا میخواین وارد بازیش کنی؟ بازی اصلی جای دیگه است. هیچ وقت امثال فریز توش جایی ندارن. فقط نقشش عوض شده. فقط کینه فریزه که برای ما ارزش داره. یه پدرکشتگی واقعی. ولی حرفای یه آدم پاپدی که اینجا خریدار نداره. حالا که به کسی مثل یونس رسیدیم، داستان فرق داره. روایت برادر سردار همه جا طالب داره. فیض ما رو به یونس رسون که بهترین فرصته. پس فعلا میتونه ادامه بده. اگه یونس هم کاری نکنه چی؟ میکنه. اگرم نکنه هم اونجای هستیم که قبلا بودیم. یونسی در کار نخواهد بود. الان هم آدمی با این اسم وجود نداره. به هر حال یونس یکی از مسیرهاییه که داره طی میشه. اما حواست باشه که بهترین مسیره. خب حالا قصه فیض برای یونس چیه؟ قصه ای که کینه‌شو به کینه یونس پیوند بزنه. پیدا کردن دو تا آدم با کینه‌های هشت‌ریشتری نسبت به سردار واقعا شانسه. من همیشه میگم برنامه ریزی هر چقدر دقیق باشه همیشه فاکتور شانس تعیین کننده است. حالا این قصه رو به فیض منتقل کن تا به یونس بگه. بگو بهتری یادداشت کنی. مو به مو انتقال میدم. چنده؟ 30 تومانه. استیل اصلم است. یادت راحت. چنده داداشیم؟ خدا بده برکت. خدا برکت بزن. بله. چرا انقدر دیر جواب دادی؟ جام شلوغ بلوغه. به بعد 6 تومن یواست به این گوشی باشه. حالا کجایی؟ ول میچرخ. چرا ول؟ باید الان مشغول کارت باشی. همشون از خونه زدم بیرون وایسم کشیکه اروا و بده. با نمک شدی آقا فه. سرگردون شدم. خوب گوش کن ببین چی میگم. ماجرا اوکی شده. میتونی بری پیش برادر مبشر. خسرو بیاتی. مثل صداش میکرد. اشتباه رسد کردی که آقا عاطف. ماشاءالله به این هوش.
اون با اسم خسرو بیاتی هتل گرفته. اصلا با اون اسم اینجاست. تو فقط میدونی اسمش یونسه. نه بیشتر. برو باش قاطیشو ببینم چیکار میکنی. یه کاره چجوری برم باش قاطیشم؟ چجوریشو بهت میگم. اومدم اون قاطی نشو. اونی که من دیدم بعد برج زهرمار. کینه مثل دوست داشتن در جا آدم ها رو به هم نزدیک میکنه. با هم جوری. حالا برم چی بگم؟ ماجرا اینه. مو به مو حفظش کن. بگو گوش میدم. آقای بیاتی. آقا خسرو. یونس. اشتباه گرفتی؟ اشتباه نگرفتم. مطمئنم. اگه از آدمای مبشری بهش بگو اونقدر جربازه دارم که هنوز تو این هتل بمونم. آدم مبشر؟ این دفعه رو تو اشتباه گرفتی. من خودم تشنه خون اون مبشرم. خب به من چه ربطی داره؟ هیچی. فقط یه سری حرفایی هست که مطمئن نمیخوای بشنوی. بگو. اینجا جای خوبی واسه گفتنش نی. مثلا کجا میشه حرف زد؟ یه جای خلوت. اصلا جاشم خودت بگو. بیا. جریان چیه دانیال؟ بعد جوری زابرام کردی؟ مرد حسابی چه زابره ای؟ اومدی رسیدگی جرائم دیگه. بجام سریع باید برگردم آگاهی. واسه خودت مافیایی درست کردی؟ آره تازه مافیا درست کردم حالا رو زمینه. ببین علیرضا، اگر یکی تو شرکت زیرابی برو بخوام پیداش کنم بعد چیکار کنم؟ مدرک داری یا حدسه؟ بشین برات بگم. بفهم. مدرک دارم، فراوونم دارم، ولی میترسم تا بیام ثابت کنم فرار کرده باشم. خب همینجوری که نمیشه کسی رو ممنون خروج کرد، حکم میخواد. یکیشون که غیب شده، اون یکی هم که پای سند رو امضا کرده هست، نفر اصلیه اونی که نیست. خب مدارکو ببر و حکمو بگیر. اون وقت این یکی میفهمه و از دست میره. کدومش مهمتره؟ خب این یکی رفیقمه، کاری براش کردم که خیلی برای برادرشون هم نمی کنه. رفیقت نارو زده یا اون اصل کاریو خامش کرده؟ هر دو احتمال هست. به هر حال راهش اینه که قانونی وارد شی. زودتر اقدام کن. خسته نباشی. اینه که هر کسی میدونه. علیرضا گفتم تو عالم رفاقت یه کاری برای من میکنی. تو خودت چوب قاطی کردن رفاقت و کارو خوردی. اون وقت از من میخوای همین کارو بکنم؟ با این یکی جوری رفتار کن که شک نکنه و گمگو نشه. حکم جلب اون یکی هم بگیر. این عکس آقامه. این هم خبرش. خب میخوام باید رو راست حرف بزنم. تو طایفه ما کل مرد تو کار قاچاق هم. قاچاق مواد نه که فقط، قاچاق همه چی. خدا هم هستم ورد پای میریم از لب مرز با بدبختی قاچاقچی محلی جنس میاریم این بر رد میکنیم. دو زاب بمونه تو جیمه من. چند وقت پیش لب مرز درگیری شد. جلو چشام آقام و داش همو سوراخ سوراخ کردن. الان من موندم و سه تا زن، مادرم، آبجیم، عروسم. برادرت مبشر آقام و داشتم و جلی چشام بس بر اکبار. منم با میمردم به سر نرفت. پس اون شب اومده بودی واسه انتقام.
خواستی بکشیش. اونجا که بودم فقط دنبال این بودم اسم رسمش پیدا کنم که خونشو بریزم. تا اینکه یکی خورد به پستم. یه حرفی زد که نشست تو کلم، نه حرف حساب میزنه. گفت اگه بکشیش دردش واسه اون فقط یه لحظه است. بعدش دیگه یه عمری افتخارش میمونه واسه خودش و خانواده‌اش. خانواده من الان پاشونه در خونه نمیتونم بیرون بذارم. بعدش هم که کلی این چرت و پرتایی که به تو بسته بود و بس به خانواده من. وطن فروش و چیو. به مرده و زنده اجدادم اینا رو بست. به ناحق. قاچاق مواد مخدر جرم سنگینیه. چرا یه جرم دیگه چسبون بهش؟ چند سالی است اون منطقه میپلکه. میخواد بگه اینجا آب از آب تکون نمیخوره که بیا تهران ترفیشو بگیره. یعنی مثلا دیگه اینجا هیچکی جرأت نمیکنه قاچاق کنه و این صحبتا. پیه داشو تو اونجا به تن خیلی خورده ولی هیچکی عین من نشد. آقامو داشم جلوی چشام پرپر شدن. این درگیری کی بوده؟ کجا بوده؟ اینا خانواده منه. اینا همون پاسگاهی که درگیری شد. خواستگارم خود مبشر درست کرد. حالا از من چی میخوای؟ اونا رو کینه من حساب کردن، من رو کینه تو. پنبه مبشر رو دارم میزنن. یه پرونده ضد امنیتی بهش میچسبونن و فاتح بی‌حیثیت میشه. اینه کاری که خودش کرد. تا بیا ثابت کنه بیگناهی کارش تمومه. وقت اونایی که به هدفشون میرسن من و تویم. اونا به چی میرسن؟ ده نشد ده. دیوونه نیستم فاتح خودم رو بخونم کل آمار اونا رو برات بریزنم دایره. هر موقع پایه کار بودی بقیهش هم میشنفی. چجور میتونم ببینم انت؟ یک دو روز فکراتو بکن بعد خودم میام سراغت. اگه جوابم منفی بود چی؟ تا همینجاشم خیلی حرفا زدی. خبرهایی که بهت دادم چیزایی نبود که تا حالا کسی نشنیده باشه. در ثانی تو انقدام کشت مرده مبشر نیستی که بری به خاطر اون همه چی بذاری کف دستش خودتو بیچاره کنی. فعلا. خیالت تخ با چنان قصه ای واسهش تعریف کردم خوابش برد. بابا اونایی که خودت گفتی تعریف کردم دیگه. ببین فقط یه چیزی، این اگه یه درصد گفت نه چیکار میخوایم بکنیم؟ من؟ یونس اون موقع هم خیال میکرد آدم پیچیده ایه، اما خیلی ساده بود. وقتی بعد این همه سال دیدمش خیال کردم با آدمی روبرو هم که تو مسیر خودش آب دیده شده، ولی بعدم فهمیدم به همون سادگی و خامی جوانیش بود. انگار این همه سال رو زندگی نکرده بود. یونس ساده بود. سادگی یا به زلالی میرسه یا به تیرگی. ممنون دخترم. الو، بفهمید. مبشر هستم، بفهمید. کدوم بیمارستان؟ نبی پور. میشه خواهش کنم بگید چی شده؟ بله، الان میام. حمدی سلام خانم. سلام. ببخشید من مبشر هستم. تماس گرفته بودین در مورد آقای حمدی نبی پور. نبی پور؟ بله، بردنشون سی سی او. وضعشون چطوره؟ وضعشون با دکترشون اومدن صحبت کنید. خیلی ممنون. خواهش میکنم. ببخشید دکتر. میخواستم درباره وضعیت حمدی نبی پور سوال کنم. من از دوستان قدیمشون هستم.
از دوستای دور جنگ. بله چطورن؟ حالا سری قبلم که آوردنه من به مسئولین آسایشگاه تاکید کردم که نباید داروهاشون قطع شه. ولی متاسفانه چند روزی نیست که دارو بهش نرسیده. به خاطر که گرون هستش و کمیابه. چه بگم والله؟ وضعیتشون چطوره؟ متاسفانه تلاششون بی نتیجه بود. سلام. سلام. مثل اینکه احضار فرمودن. بله بفرمایید داخل منتظرتون. ممنون. بفرمایید. سلام. سلام مسعود جان. بشین بشین. خوبی؟ قربونت برم ممنون. به 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 چه بویی راه انداختی. قهوه خوبا رو واسه خودت برمیداری؟ اونایی که آردن خودچقاطی داره میدی آبدارخونه واسه کارمنده. آره؟ ای بابا چقدر بی‌انصافی. بابا این ها دیگه شب برو اسمت قهوه دادم. آره ولی این فرق داره. این اصله. اومدم از نیکاراگوآ آوردم. دیدی گفتم قشنگ بوش زده بالا. میگم لابد اگه گوش شترمرغم بخوای میری آفریقا 2 کیلو میخری برمیگردی. درسته؟ ببینم پای بوتون می‌ریزین؟ خب فعلا نه چون هنوز گودبرداری تمام نشده. اینجوری که خیلی عقبیم. با اون شرکت هایی که ازشون خرید کردیم تماس بگیر ببین جنساشون کی میرسه. باشه آقا دانیال ولی اگه 2 تا خیابون اونورتر جنس بخریم 2 روز طول میکشه تحویلمون بدن. بی انصاف اینا که اونور دنیان. حالا جدا از شوخی شما زحمت بکش پیگیرش باش. چشم. البته وظیفه خام رفیعیه که نیست. همین دیگه. من از شما میپرسم این خانم درست مادرش مریضه ولی چرا تلفن ها رو جواب نمیده؟ این همین جوریه وقتی میره مرخصی کار تلفن تعطیل. حالا که دیگه مادرش مریضه. باشه چشم من پیگیر میشم فعلا با اجازه. مسعود. بله. ممنونم که هستی کار رو انجام میدی. نوکرترینم فعلا. بشینید. بهتر نبود صبح تشریف می آوردید؟ نه خیلی بهتر نبود. نمیخواستم که صحبتامون و کارمنداتون بشنون. بالاخره شما جایگاهی دارین. حمدی رفت. حمدی شهید شد. حمدی به خاطر سهرنگاری‌های شما شهید شد. این چه حرفیه سردار؟ حرف من نیست. حرف دکتره. گفت درمان قطع شده بوده. گفت دارو به موقع بهش نرسیده. ما مقصر نیستیم. از کی مقصره؟ شما مسئولین دیگه. من مسئول اینجا نیستیم. هستم ولی خرید تجهیزات دارو فقط دست من نیست. بودجه هم میخواد. شما مسئولی که بودجه رو تهیه کنی. بعضی از این داروها خیلی گرونه. نایابه. همیشه ما امکانه. خب چطور برادر من شما امکان این رو داری که مثلا اون سالن بسازی اینجا رو تبدیل بکنی به روضه رضوان وقت بودجه این کار رو نداری؟ خب برای همینا درست میکنیم. خب باید زنده باشن که استفاده بکنن. این بزک دوزک نمایشه. یا
یه جانباز از نرسیدن دارو شهید میشه، و شما اینجا سالن درست میکنی برای اینکه 4 تا رئیس بالا سر بهت بهبه و چهچه بگن؟ شما حق نداری توهین کنی سردار. حداقل به من میگفتی از زیر سنگم شده پیداش میکردم. من وظیفه ندارم به شما گزارش بدم. ولی من وظیفه داشتم که داروشو تهیه کنم. گیرم برای یکی دارو میگرفتی، بقیه چی؟ از این اسما زیاده. خب به رئیست که باید گزارش بدی، جواب نداد باید پیگیر بشی. خب نمیتونی مسئولیت قبول نکن برادر من. مسئولیت که فقط پوشیدن پیرهن سیاه برای شهدا نیست که. سردار احترام خودتون رو نگه دارید، دیگه رسما دارید به من توهین میکنید. انگار برای شما نبی پور فقط یه اسمه. شما میدونین نبی پورا کیا بودن؟ کسایی بودن که یک موقعی جونشون رو گرفتن تو دستشون رفتن جلوی گوله. کسایی بودن که یه عمر رنج کشیدن صداشون هم در نیومده. اگه اینا توهین، آره من دارم توهین میکنم. به شما توهین میکنم. به رئیس توهین میکنم. به تمام این اداره عریض و طویلت هم توهین میکنم. سردار. 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 معلوم نیست از کجا عصبانی هستی که داره ترکش منو میگیره. لابد میخوای این منورم نامه بزنی که من کم کاری کردم. سردار، نمیشه که چون سرداری بخوای به همه زور بگی. برو خدا تو شکر کن که به خاطر همین موقعیتم کاری نمی کنم، و الا می اومدم از پشت میزت یقت رو میچسبیدم میکشیدم وسط همین روزه رضوانی که ساختی چالت میکردم، تا یاد بگیری که با امثال حمدی چطوری باید برخورد کنی. این ادبیات از شما بعید سردار. شما الان دارید منو تهدید میکنید؟ نه، تهدیدت نکردم. فقط آرزومو گفتم که کاش میتونستم. چرا داری از جایگاه سوء استفاده میکنی سردار؟ من هر کاری میشد انجام دادم. دارم میگم داروهاش کمیابه، اصلا نایابه. اگه راست میگین چرا خودتون پیگیر تامین داروهاش نشدین؟ شما که دستتون باز ماشاءالله. به جای این همه همایش و تبلیغ و تفریح یه ذره به کمک ما بیاید. نمیشه که فقط وقتی میخوای به امثال من به توپی سردار باشی، یه ذره هم تو حل مشکل این آدم ها سردار باش. بهتون گفته بودم که اگه مشکلی پیش اومد خبرم کنین. خبرم نکردین. میدونین چرا؟ برای که این آدم ها براتون عادی شدن، معمولی شدن. ولی بذار از حمدی برات بگم. یه بار تو جنگ با 7 نفر از همرزمام تو محاصره افتادیم. 4 روز تو محاصره بودیم. حمدی هم جز ما بود. هیچی نداشتیم، نه مهمات، نه آب، نه غذا. هممون از پا افتاده بودیم غیر حمدی. فشنگ هم نداشتیم. حمدی با یه تفنگ، با یک تفنگ فقط، جلوی همه اونا وایستاد. اونقدر وایستاد تا نیروی کمکی رسید. ما برای اینا چی کار کردیم؟ ما براش چیکار کردیم؟ 4 تا قرص. 4 تا قرص رو بهشون نرسوندیم به موقع. سردار آخه هیچی نگو. هیچی. من و تو باید از این درد بمیریم.